آرش آزرمی هم کارم در استودیو با ما همراه شده آرش این لفظ کاسبان تحریم رو به خصوص در یک دهه گذشته خیلی داریم میشنویم چه کسانی واقعا دارن سود میبرن از این سیاست های خارجی و حکومت که عملا داره این فاصله که طبقاتی در ایران و جامعه ایران رو از بین میبره اگه نگیم که از بین برده بله دقیقا مشکلی که در واقع تحریم ها ایجاد کرده این هست که دو بخش رو میتونیم بهش اشاره بکنیم یکی کاسبان تحریم که همونطور که گفتی خب یک تره هست به ادبیات اقتصادی ایران وارد شده کسانی که عمدتا به قدرت سیاسی وابسته هستند از طبقه متوسط رو منجورم بود که از بین برده فاصله طبقاتی رو عملا داره, داره. بهش داره بهش دامن بله. فاصله طبقاتی داره بیشتر میشه شکاف طبقاتی طبقه متوسط از بین میره این اتفاقی است که افتاده اما کاسبان تحریم همون کسانی هستند که در این فضا که روابط بین ایران محدود شده روابط مالیش و تجارت بین الملل محدود شده با استفاده از رانت هایی که دارن میتونن واردات و صادرات کالاها رو کماکان انجام بدن به خصوص کالاهای استراتژیکی که در در واقع اختیار نهادهای حکومتی است و عملا ثروتهای کلان و افسانه به جیب بزنند ما همین چند وقت پیش گزارشی داشتیم از یکی از در واقع وبسایت‌های این حوزه که تعداد میلیونرهای ایرانی امسال هم باز بیشتر شده میلیونرهای دلاری خب این نشون میده که ما شاید یک صدکی داریم یک درصد جامعه که درصد ثروتمندی هست و عمدتا وابسته هست به این رانت ها. اما دسته دوم رو شاید بشه گفت کسانی که میتونند دارایی خودشون رو در برابر تورم حفظ بکنند و عملا اونها کسایی هستن که حقوق ثابت ندارن میتونن دارایی خودشون رو دلار بخرن مسکن بخرن و در واقع با این تورم مزمنی که حکومت ایجاد کرده میتونن حفظ بکنن دارایی خودشون رو و بعضا حتی از تورم سود میبرن یعنی تورم باعث میشه که دارایی های اونها افزایش ارزشش افزایش پیدا کنه اما در اون طرف قضیه شاید بیش از 95 درصد مردم حقوق بگیران اهم از کارمندان و کارگران بازنشستگان و کسانی که حقوق ثابت دارن هر سال مزدشون از تورم عقب مونده و عملا این باعث شده که این شکاف طبقاتی همونطور که گفتی بیشتر بشه. بیش همون بس... طبقه متوسط رو عملا داره باعث میشه که از بین ببره و خب ایم. میدونیم که از بین رفتن طبقه متوسط میتونه پیامدهای بسیار اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشه. دقیقا من یه تحلیلی رو میدیدم گفته میشد که در ایران ده دهکی ده که در واقع 100 درصد جمعیت جامعه رو ده دهک ده تقسیم میکنن قبل از این دهه 90 گفته میشد که دو یا سه دهک فقیر حساب میشند حدود پنج دهک میانی طبقه متوسط و دو دهک بالایی ثروتمند الان با توجه به سطح درآمدی که ما میبینیم شاید فقط یک دهک جامعه رو بشه تا حدی ثروتمند خوند و عملا از اون پنج دهک طبقه متوسط هم شاید بیش از چهار دهک اونها وارد طبقه فقیر شدن ما خط فقر مطلق رو خود حکومت اعلام کرده که بیش از 40 درصد مردم زیر فقر مطلق هستند 97 درصد مردم دارن یارانه میگیرن یعنی حتی برای نیازهای غذایی خودشون هم باید این رو در واقع داشته باشن طبقه متوسط موتور رشد اقتصادی هر جامعه است یعنی از بین رفتن طبقه متوسط از نظر اقتصادی باعث میشه که اون جامعه نتونه رشد اقتصادی درستی داشته باشه رشد اقتصادی بالایی داشته باشه از مشکلاتی که در جامعه ایران میبینیم رشد اقتصادی که اتفاق میفته عمدتا مبتنی بر نفت هست تقاضای موثری که طبقه متوسط ایجاد میکنه باعث میشه که اقتصاد چرخش بچرخه و فعالیت های تولیدی و خدماتی بیشتر رونق بگیرن عملا از بین رفتن طبقه متوسط تقاضا رو در اقتصاد هم کاهش میده تبعات اجتماعی و سایر مسائلش رو هم که خب ما خیلی زیاد میبینیم مهاجرت نیروهای متخصص در تمام حوزه ها در واقع ما داریم این رو میبینیم که از ایران مهاجرت میکنن در کنار اون هم کاهش تخصصگرایی در جامعه کاهش حتی سطح سلامت و سایر مسائل فرهنگی که در نهایت همینطور که این اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشته منجر به نارضایتی عمومی میشه که در این سالهای اخیر چندین بار دیدیم که کم ندیدیم من... اعتراضی بله. که بله از سوی این افراد شکل گرفت بله دقیقا میشه. اگر نگاه کنیم در این چند سال اخیر فاصله این اعتراضات مردم به حکومت همینطور داره کمتر و کمتر میشه